سلام خدمت شما بیننده های گرامی. چنانچه در جریانت آنچه که شبهای گذشته هم مشاهده کردید، خود سرپرست وزارت مالی افغانستان به یک نحو اقرار میکنه که بیش از 40% عواید گمرک ها حیف و میل میشه، به این مفهوم که واقعا دست کسانی که نه به مردم خیرشان میرسه و نه آنچه که نیاز است به خاطر بازسازی افغانستان از این موارد و گرفتن پول کوتاه نیست و باید برنامه ریخته شود که بتانه واقعا راهکارش منتج به نتیجه باشه. اما این ناتوانی و موجودیت فساد عاملش چی است و چرا تا به حال ما موفق نشدیم با توجه به این همه اداره های موازی و همچنان برنامه های مدون و شعارهای بلند با فساد مبارزه جدی داشته باشیم که مسئولان حکومت خودشان میان و به یک نحوه اقرار میکنن؟ میخوایم بیشتر صحبت داشته باشیم با مهمانمان، هر یک جناب آقای محمد سلیم طوفان آگاه مسائل اقتصادی، جناب آقای عبدالستار حسینی عضو مجلس نمایندگان و جناب آقای خلیل صالح‌زاده رئیس عمومی گمرک از کابل. مهمانان گرامی، سپاسگزارم که فرصت گذاشتین. اگر با شما بحث را آغاز کنیم جناب آقای صالح‌زاده، که چه چیزی ممکن است که جلو فساد در افغانستان به ویژه در گمرک بگیره و ای وضعیت که ما با او روبرو هستیم ناشی از چی است؟ شکر ادب دارم خدمت شما، برنامه تلویزیون آریانا بسیار عالی قدر و گرامی که در و در استدیو شما. سوال بسیار خوبی هست. قبل از اینکه چطور ما میتونیم شکن بسازیم، چطور میتونیم سطح فساد، ما در اول ترجیح میدم روی عوامل و ریشه‌یابی و انگیزه هایی باعث شده که فساد در مختلف در با ویژه در وزارت مالیه و گمرکات را تاکید یا اشاره داشته باشم. فساد در گمرکات و در وزارت مالیه دو عامل داره، یکی عامل بیرونی هست و یکی عامل داخلی. عامل بیرونی فساد در گمرکات و در وزارت مالیه برمیگرده به مداخلات بیرونی در امور داخلی وزارت مالیه و گمرکات، کمرنگ بودن پروسه مکافات و مجازات در سطح کل، عدم همکاری ادارات بیرونی و کشورهای بیرونی و کشورهای همسایه امرای ما در تشریک معلومات و دیتاهای گمرکی. به می ترتیب بحث موجودیت شبکه های مافیایی در داخل و بیرون نظام، اینا تماما می تانند که عوامل بیرونی فساد در وزارت مالیه. جناب صالح‌زاده، چون فرصت کم است و مهمانان ما وقت بیشتر نیاز دارن، باید فشرده اگر صحبت کنیم با پوزش که خب به عنوان مسئولین چه کسی مسئول تغییر امی وضعیت است و کسانی که به یک نحو قانون شکنی میکنن و متهم به فساد هستند چرا مورد بازپرس قرار نمیگیرن و در کنارش پس چه کسی باید به وارد میدان شوه؟ آیا ما خود ما به یک نحو دانه میکنیم بحث تمامیت ارضی و بحث قانونی موارد چرا تطبیق نمیشه؟ ما به خاطر از بین بردن فساد ما روی ازی بحث میام، ولی در صحبت میکنم به خاطر از بین بردن فساد گام هایی که وزارت مالیه و ما برداشتیم در چند بود هست. بود اولش ای است که ما با متخلفین و کسایی که به حیف و میل سرمایه های ملی و دارایی های عامه میپردازند ما برخورد قانونی کردیم. وزارت مالیه بیشتر از 1000 نفر به ارگان های عدلی و قضایی معرفی کرده که در جریان است و ما در آینده ها شاهد این 1000 نفر را که من مطرح میکنم تنها در گمرکات هست که اینا معرفی شدن. اینا همه کارمندان هستند و یا نه؟ قراردادهای اسکنرها را ما روی دست داریم که اسکنرهایی که بتانن جاگزین نیروهای انسانی باشه، ترازوهای دیجیتالی که با سیستم های کمپیوتری ما وصل باشه، کمره های نظارتی CCTV که ما بر از نام میگیم، تراکینگ دیوایس هایی که هنوز تا به حال این موارد بررسی نشده و به دست ناوردیم، ساخته نشده، پولش پرداخت نمیشه، بحث امنیت است. مشکل چی است که ما هنوز امکاناتی که حالا تکنولوژی است و خب به یک نحوه امنیتش هم
چنانه که نیاز است باید بگیریم. چرا تا به حال نتونستیم موفق شویم؟ یعنی در گذشته ها عامل عمده که نمیخواستن تکنولوژی باشه بحث فساد بوده که تعهد وجود نداشته، ولی اخیراً دولت افغانستان در کل جلالت ماب رئیس جمهور، وزیر مالیه و رهبری وزارت مالیه و گمرکات ما تصمیم گرفتیم که بالاخره بتانیم امو بودجه عادی خود حداقل از منابع داخلی خود تمویل بکنیم. به می هدف ما برنامه های اصلاحی رو روی دست گرفتیم که اونمو بحثایی را که من خدمت شما عرض کردم اونمو نارا کلش شامل می سازم. جناب حسینی، واقعاً مشکل ما در کجاست و تازه تصمیم گرفته شده که امکانات خریداری شود و از طرف هم خود حکومت من اقرار میکنه، این پیام به نحو برداشت شما چی است از این پیامی که مسئولین حکومت میان و از فساد در گمرک ها میگن که خودشان مسئول جلوگیری از او هستند؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض ادب خدمت برادران بزرگوار ما و سلام خاص دارم به نیروهای قهرمان. ببینین، وزارت مالیه تا قبل از اینکه جناب ارغندیوال تا بیه، وزارت مالیه روح روان ملت افغانستان و نیروهای قوای مسلح را خشدار کرده. عواید گمرکات در سر تا سر افغانستان به 3 دسته تقسیم می شد. نیمیشه اونا ایفمیل می کردن که در دو ایفمیل از پول تا به ارگه با این پول شریک بودن، از وکیل و وزیر و کسایی که در وزارت مالیه بودن و اینا کلگی در تمام گمرکات شریک هستن. یک بخش زی میره به جیب طالب ها که از او سلام و ما تجهیزات اینا میخریدن، موتر و اینا. یک بخشی خیلی کوچک و اندک به خزانه دولت وارد میشه. اما ما فعلا خوشبین به زی هستم که آقای ارغندیوال آمده. آقای ارغندیوال یک چیری ملی هست. اونا میتونه اگر بعضی کسایی که در ارگ است مانی کارش نشود و جناب رئیس جمهور دیدگاه و ذهنیت نده که ای را بهتر است. بناهن شیرازی افغانستانه که به هم پاشیدن وزارت مالیه بوده تا قبل از اینکه، و فعلا مشکلات خود داره در تمام گمرکات شما ببینیم. همین هکنون که ما و شما گپ میزنیم فساد در سر تا سر افغانستان، شمال، غرب، جنوب. خب پیشنهاد شما چی است که چی باید کرد؟ همیشه آمدیم انتقاد کردیم، همیشه آمدیم صحبت کردیم و این متاسفانه این برنامه ها و این صحبت هام مقطعی و به یک نحو کوتاه مدت بوده. پیشنهاد شما چی است و باز هم اگر نیاز باشه که هم صحبت شویم در این رابطه، تا او زمان واقعا وقت کمی است و یا زیاد که باید عملی شود؟ من از روزی که وزارت ما وکیل شدم، من ایس وکیل 2 دفعه به وزارت مالیه رفتیم. یک دفعه رفتیم تبریکی جناب ارغندیوال، یک دفعه مسئله یک پروژه بوده از فراک ما رفتیم. باید او کسایی که اقتصاددان است میفهمه، طرح و راکار برای وزارت مالیه بده و از اونا بشنوه و گوش کنه، و او کسایی که مسلکی هست در رابطه به عواید و جمع‌آوری پولی که از منابع گمرکات میاد برای افغانستان، اونا باید گماشته شوه، از اونا باید مشوره بخواهد. باید و او وکیلی که اعمال نفوذ میکنه، آقای ارغندیوال که خودشان در رأس همی وزارت هستن، به باور شما چقدر واقعا نیاز دارن و یا هستن وارد قضایا آنچنان که شما اشاره کردین که باید از لحاظ سیستماتیک و از لحاظ برنامه ریزی بدانن؟ آیا این نظری که شما دارین ای از بالا به پایین است و یا نه فقط استثناء است؟ نه، گوش کنین، وزارت مالیه را اگر اجازه بدم با این دیدگاه، با این طرح که آقای ارغندیوال داره، ما میتونیم وزارت مالیه را سرپا استاد کنیم. شما ببینید در سر تا سر افغانستان جناب معین صاحب گمرکات اینجا هست، در سر تا سر افغانستان 85% برادران مشرقی ما در گمرک. گمرکات افغانستان به ارث مانده برزوا، چی در نیمروز است، چی در فراه هست، چی در سمت شمال است، اینا همیشه اعمال نفوذ کرده از طریق سنا، از طریق وکلا، از ارگ. 85% برادران ما برادران مشرقی است. از تای 20 ساله که من میشناسم از این دست به این دست میشه. بناهن ما میخواییم از جناب رئیس جمهور میخواییم وزارت مالیه هویت کشور ما، وزارت مالیه
بخش عوایداتی ماست که ما میتونیم که بودجه عادی خود را از اینجا تمویل کنیم. اما متاسفانه شما یک سرباز ببینین به خاطر 10,000 افغانی 30 روز بود و پوشیده مبارزه میکنه، اما یک کارمند گمرک شما ببینیم به ترکیه، به دبی، به ایران، به سر تا سر افغانستان، هر جایی که یک ولایت کلیدی باشه اوج خانه داره و میلیون افغانی پس انداز کرده برای خود. این یک جفاز باید اینا کلگی تثبیت شوه. این کارمندهایی که در گمرک شما برمیگردیم آقای حسینی، جناب طوفان، با توجه به صحبت ها و اتهامات و مواردی که مردم افغانستان همواره میشنوند، اما نتیجه چی است؟ مسئول کی است؟ واقعا از لحاظ اقتصادی این وضعیت ناشی از چیست؟ راه حلی که شما پیشنهاد میکنین به خاطر جلوگیری از فساد و عوامل فساد واقعا به پیمانی که است و یا به اندازه است که بتونه با او به یک نحوه مبارزه صورت بگیره و یا خیر؟ سلام خدمت شما و خدمت دو بزرگوار رئیس صاحب و جناب وکیل صاحب و دستندرکاران تکنیکی برنامه شما. وزارت مالیه در حقیقت وزارت یا نهادی است که سیاست مالی یک کشور را آماده می‌سازد، تهیه می‌کند و بالاخره به مرحله اجرایی می‌رسد. یعنی بدین معنا که اگر ما سیاست مالی درست داشته باشیم می‌تونیم که با زدودن فقر و کاهش فساد و همچنان روند سیستم سازی و دور کردن چهره های مفسد و یک چیز دیگر هم نباید فراموش کنیم. با احترامی که ما با ارغندیوال صاحب دارم، ارغندیوال صاحب شایسته از اینمی چوکی یا مناسب برای اینمی چوکی نیستن، برای سمت وزارت مالیه. بدین معنا که رهبر حزب سیاسی است و در این زمان کار اقتصادی کار تخصصی است و نیازمند فهم اقتصادی بیشتر است و در رأس از این وزارت کسی گماشته میشد که حداقل دکترا در اقتصاد می داشت و می تونست پالیسی ها و طرحهای خوب را ایجاد بکند. جناب طوفان، در گذشته ما این مشکل داشتیم. عامل از این فساد، بدبختی و نبود سیستم و همچنان عدم باورمندی مردم بر نهادها همین است که ما میبینیم خط فقر ما 30% به یک بارگی به نهاد. دید شما، پیشنهاد شما جناب طوفان چی است که از کجا باید شروع شود؟ اصلاحات و جلوگیری از به یک نحوه حیف و میل شدن سرمایه افغانستان از کجا آغاز شود؟ از لحاظ اقتصادی و آن چیزی که حداقل نیاز است در بخش گمرکات، از رأس باید اصلاحات بیاید. یعنی بدین معنا که رهبری حکومت و مدیریتیش و رهبریش، بدین معنا که اشرف غنی و جناب محترم اشرف غنی و همچنان معاونینش و وزرا، بخصوص وزرای سکتوری و وزرای سکتوری را از سازمان‌های سیاسی خارج بسازند و مطابق به اساس تحصیلاتشان تخصصشان به کار بگمارند. شما هم می‌بینید، شاهد هستین از طریق از این رسانه خود شما به نشر رسید یک خبر که رئیس جمهور و کارمندای گمرک وزارت مالیه را از دستگیری توسط نهاد امنیت ملی مستثنا برقرار داد، یعنی اجازه از اونا را سلب کرد که اونا نمیتونن مداخله کنن در کار از اینو. اینجاست که فساد روزانه بیشتر میشه و یک اداره را چرا استثناء مافوق قانون بسازین؟ این زمان است که مشکلات ایجاد میشه و هر قدر فرد توانمند در رده پایین باشه، در رده مدیریتی و همچنان رهبری که آدم های ضعیف و ناتوان باشه و در این زمان خودشان آلوده با فساد باشن، نمیتونن که با فساد مبارزه بکنن و جفا در حق ملت است امروزه که ما و شما همیشه بکنیم. دید شما چی است؟ طوفان صاحب، دید شما چی است که عاید خالص حداقل افغانستان چقدر است از بخش گمرکات و عواید ازی واقعا به چه پیمانه میرسه و ما میتونیم بودجه عادی خود از این به یک نحوه سرسامان بتیم و یا خیر؟ در صورتی که ما جلوگیری کرده بتونیم از فساد و دستای بیرونی را، منظورم از این است که در بقیه سطوح حکومت را کوتاه بسازیم در مداخله در کار وزارت مالیه و وزارت مالیه را مسلکی بسازیم، اون زمان است که ما میتونیم بودجه عادی خود را هم تمویل کنیم، حداقل یک چیز بودجه انکشافی را هم تمویل کنیم. سپاسگزارم آقای سالزاده، خوب صحبت ها را شنیدین، اما ای که ما میریم به دنبال استفاده از تکنولوژی، ای به خاطر چی است؟ به خاطر از این است که واقعا همه چیز داره الکتریک میشه یا به یک نحوه ما بروز میشیم و در تمام ادارات موارد باید عملی شود و یا نه واقعا به خاطر شناسایی افراد مفسد است و آنچه که آقای حسینی اشاره کردن؟ خب اگر این گونه باشه که توسط یک تیم اداره شود، اگر
جلوگیری از فساد فکر میکنین ممکن است و آیا ممکن نیست که داخل همین تیم نظارتی هم نفوذ کنه این تیم؟ بر سوال بسیار خوبی را مطرح کردین. دقیقاً سیستم سازی به هدف جلوگیری از مداخله افراد و به هدف از بین بردن فرصت هایی که به خاطر فساد اداری وجود داره این روی کار گرفته شده. به خاطر از اینکه ما وزارت از فرد محوری بیرون بکنیم و این سیستم محور بسازیم. بحثی را که شما مطرح کردین که از کجا اقدام بکنیم، اقدام عملا وزارت مالیه به رهبری جناب وزیر صاحب مالیه و جناب برغندیوال صاحب عملا آغاز کردن. ما به خاطر اشتراک جمعی هموطنان ما در پروسه امتحان 220 بسته یک بار به امتحان دادیم، 77 بسته دیگه بار به امتحان دادیم، 20 ریاست به امتحان از طریق پروسه اصلاحات اداری که پروسه های از اینا جریان داره و بر اولین بار درست. در تاریخ افغانستان تمام ریاست های گمرک ها ما بر رقابت آزاد گذاشتیم که فردا عملا پروسه امتحان از این کمیسیون اصلاحات اداری بسیار خوب است. پیشرفت ها واقعا خوشبینی را به بار میاره. اما سوال اساسی سال زاده صاحب با پوزش، سوال اساسی همینجاست که آیا در امی سالهایی که پول حیف و میل شده و هنوزم 40% و یا نصف عاید گمرکی افغانستان حیف و میل میشه، افراد شناسایی شدن، اقدام صورت گرفته، به گونه مثال کی هستند در پشت ازی؟ آیا واقعا کسانی است که قدرت حکومت به اونا میرسه میشه نام ببرن؟ چه کسانی در پشت ازی هستند؟ افرادی که در فساد در گمرکات در سطوح مختلف دست داشتن، ما اینا را شناسایی کردیم و ما قسمی که بیشتر هم عرض کردم بیشتر از 1000 نفر برگانهای عدلی و قضایی معرفی اینا شده. اینا فقط به یک نحو شخصیت های مستقل هستند و شخصیت های حقیقی هستند و یا نه اینا ارتباط دارند با مافیا، با کسانی که آقای حسینی هم اشاره داشتند که یک تیم داره میکنه به یک نحو گمرکاره؟ دقیقاً مافیا یک بحث بسیار پیچیده است در افغانستان. واقعا یک بود از این سکتور خصوصی بوده میتونه، یک بود از این کسایی که در رده های بلند حکومت وجود داره قرار دارن، در سطوح مختلف سودمندا هستن، مسئولین ادارات محلی هستن، اینا عملا در فساد گمرکات سهم دارن. خب اینا فعلا در کجا هستن؟ اینا زندانی شدن؟ اینا تحت پایگرد هستن؟ اینا در وظیفه هستن؟ کجا هستن این افرادی که شما گفتین آقای سالزاده؟ اگر صدای مرا دارین، امی افرادی که گفتین مسئولین حکومتی هستند، مسئولین محلی هستند، در کدام رده هستند، در کجا هستند، زندانی شدند، دوسیه دارند، چه خبر است؟ مختلف هستند، دوسیه های از اینا را که ما قسمت خدمتتان عرض کردیم، در سطوح مامورین هستند، در سطوح رؤسا هستند، در سطوح مسئولین ادارات محلی هستند، در سکتور خصوصی هستند، تمام از این از کدام ولایت هستند اینا؟ از کدام گمرک هستند؟ دخالت دارند و به ابتکار وزارت مالیه و به اثر هدایت جلالت ما رئیس جمهور اینا معرفی شدن و ارگان های عدلی و قضایی عملا دوسیه های از اینا را بررسی میکنن و نتیجه از این انشاءالله و تعالی ما بعدا شاهد ازی خواهد. اینا هنوز متهم هستن و یا محکوم شدن؟ فعلا متهم هستن. ما مواسنادا و داشته هایی که داشتیم امرای ارگان های عدلی و قضایی معرفی کردیم، دوسیه های از اینا تحت هیچ محکومی نداریم از رده بلندا؟ بله، در سطوح و رده های مختلف هست. خب مثلا از کدام ولایت؟ در مجموع سر تا سر افغانستان هست. ولی چون بود سیاسی میشه، در بود سیاسیش ما نمیخوایم که زیاد، یعنی واقعا فساد سیاسی است. پس فساد سیاسی است آنچه که وزارت مالیه اینا رو معرفی کرد. شما یعنی با یک فساد سیاسی درگیر هستین و تنها بحث فساد اداری نیست دیگه در وزارت مالیه؟ در عرصه بودش هست. خب واقعا چالش برانگیز است. جناب حسینی، خب آقای سالزاده هم به یک نحو بیان میکنن که بحث فساد سیاسی است. پس چه خبر است؟ میدان کی باید نظارت کنه؟ واقعا مردم چطور میتونن مطمئن شوند که کی به کی است؟ چون واقعا وضعیت آشفته است دیگه. خب اگر در امورات وزارت مالیه مداخله نباشم. خب هست، آقای سالزاده اشاره کردن بحث سیاسی است، فساد سیاسی است و تیما هستند. چه باید کرد؟ دقیقاً اگر مداخله نباشه در وزارت مالیه و در وزارت مالیه به سطوح مختلف از اراده اول که وزیر است تا به پایین مردمان صادق، مردمان اقتصاد، حالا این موارد همه دست نیافتنی است.
آقای حسینی، حسینی صاحب، با پوزش ای خواسته ها ما میتونیم که ای فاسدین از وزارت مالیه دور کنیم. درست. فعلا خب تمام بحران، اولا که ما خودت گپ میزنیم در هر گمرک شوانه یک دلار و میتونیم گفته ولایت ها مختلف است، در قندار بالاتر، در فرا و مسئول امو گمرک که شما میگین در قندهار و متهم هستن، کی هستن اینا، چی میکنن، چطور مثلا این فساد صورت میگیره؟ که آقای سالزاده هم بیشتر بدونن، بدون از اینکه حالا برن تکنولوژی تا به دست بیارن میشه بدونن و اینا راهنمایی شوه. آقای سالزاده حتی او کسایی که روزانه 1000 افغانی از گمرک نفت میبره برای نامشروع، او آگاهی داره. اگر نداره که ما فردا بریم دفترش برش بگویم. در افغانستان در تشکر از شما، رئیس گمرکات افغانستان کار کنه، نفهمه که کی فساد میکنه. آقای سالزاده اولا من نمیفهمم که چند وقت شده به موین گمرکات شده که ما برش بگویم که چی گپ هست. نه، در گمرکات افغانستان واقعا فساد غوغا میکنه، روح مردم خشدار کرده، عزت مردم افغانستان پایمال کرده، با مردمان متحد به وطن، به افغانستان، با رهبری که آلا است، خوشبین هستین به محو فساد و یا خیر؟ کوتا، بله یا خیر؟ من آشنایی ندارم با دیگه و ستوی پایین ندارم. حالا از آقای غنی، از عبدالله تا تمام چهرهای سیاسی. نه، من با شناختی که از آقای ارغندیوال دارم، من میفهمم که آری از فساد است. تشکر. با دیگه برادران من آشنایی ندارم و علاقی ندارم، فقط صرف در آقای ارغندیوال هم آقای عبدالله و غنی تعیین کردن به یک نحوه. سپاسگزارم از شما جناب طوفان. واقعا رای حلی که میتونه کارا باشه و ما را به زودترین فرصت به نتیجه برسانه چی است؟ با ابزار میشه، با تغییر چهره ها میشه و یا نه؟ خب در صورتی که رهبری فساد سیاسی باشه و تیم بازی باشه که واقعا مسلم است میبینیم، پیشنهادتان چی است؟ رای حل اقتصادی وجود داره و یا نه باید از دید سیاسی بر عمل کنیم؟ خب نه تنها که فساد اول به این زمینه به این سوال می‌پردازیم که فساد سیاسی است، فساد حقوقی است، فساد اداری است، فساد مالی است، فساد اخلاقی است. اینا رو نمیشه که رد کنی در ادارات افغانستان مثل کشور جهان سوم و همچنان منیلاندرنگ یا پولشویی است. دستور رهبری حکومت که اینا رو با شما پسان می‌بینین که هستوری و یا تاریخچه نمیشته میشه و رای حل همین است که چنان که موین صاحب اشاره کرد، سالزاده صاحب استفاده از تکنولوژی در سال 1984 در لندن انقلاب تکنولوژی رو به نام خود رقم زد و در زدودن فساد، در رشد اقتصاد و همچنان در کارپوریت گورننس و حکومت داری، خب در همش اداره امی طوفان صاحب، اداره امی تکنولوژی به دست کی می باشه فکر میکنین؟ که حالا بحثای دیگه هم وجود داره، بحث کردیت و بحث مالیه و این موارد. اگر فساد سیاسی باشه خود وزیر و شخص، خب این فساد سیاسی، درست، فساد سیاسی چطور میتونه؟ فساد سیاسی خود از سطوح رهبری حکومت ایجاد میشنه زمانی که اگر رئیس جمهور مداخله میکنه، معاونیش مداخله میکنه، وزیر میگماره و عملا فکر میکنین آقای رئیس جمهور، معاونینش، وزرا، رهبری در فساد سیاسی دخیل است و یا خیر؟ زمانی که اگر بخوان کسی را به کار بگمارن، بعد بالای وزیر اعمال فشار بکنن، برای اداره فشار بیارن، دقیقاً که دخیل هستن. ما نمیتونیم اینو شکنجه بکنیم. هر کسی که مربی داشت مربا میخوره در افغانستان. سپاسگزار هستم و بسیار کوتاه سالزاده صاحب، چون فرصت کم است، میشه که جوابتون هر آن چیزی که حداقل از صحبت ها داشتین داشته باشه. بسیار زیاد تشکر. پاسخ ما این است که رهبری حکومت تحت زعامت جلالت مآب رئیس جمهور و به می ترتیب وزیر صاحب مالیه یک تعهد کلی به خاطر از بین بردن فساد دارند و همین بحثایی را که من مطرح کردم که پروسه اعلان بست ها در تمام، یعنی در آینده ها تصمیم به این است که تمام بست های وزارت مالیه از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام شود، پروسه خریداری اسکنرها، پروسه خریداری ترازوهای الکترونیکی، پروسه امضای تفاهم‌نامه های گمرکی با کشورهای همسایه و کشورهای بیرونی، همه از این نشاندهنده تعهد سیاسی در سطوح رهبری دولت افغانستان است. ولی بحث را که من مطرح کردم که فساد سیاسی هست در سطوح پایین‌تر از او هست و شما واقعا میدانین که
چی و یا کی در کدام گمرک 1000 افغانی رشوت میگیره و یا فساد میکنه، این را بلد هستین، این را خبر دارین و باید بدانین. در گمرکات یک امر هست که به هیچ کس پوشیده نیست، ولی آنچه که ما ملزم هستیم به این که ما چطور میتونیم از فساد جلوگیری بکنیم. بحث را که ما پیشتر مطرح کردم که ما بیشتر از 1000 نفر را به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی کردیم، نشان دهنده یک فصل نو از مبارزه با فساد هست که ما میخواهیم آنچه را که در طول سالهای گذشته در دولت افغانستان و در وزارت مالیه و بخصوص گمرکات بوده، او را پاک بکنیم و با عاملین از این برخورد جدی و قانونی صورت بگیره. ظرفیت سازی شوه، ظرفیت های جوان و نو، کادرهای جوان و ورزیده و متخصص بیاین، سیستم سازی صورت بگیره، فرصت هایی که به خاطر فساد بود محدود شوه. بسیار تشکر از مهمانان گرامی من، هر یک جناب آقای محمد سلیم طوفان آگاه اقتصادی، آقای عبدالستار حسینی عضو مجلس نمایندگان، جناب آقای خلیل صالح زاده رئیس عمومی گمرک‌ها، و سپاسگزار شما بیننده های گرامی که این بحث را دنبال کردید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.